نگرانی ها از رها شدن یک نفتکش غول‌پیکر و فرسوده به نام سافر که در نزدیکی یمن لنگر انداخته و حاوی مقادیر نفت زیادی است، هر روز بیشتر می شود. سافر در سال 1976 میلادی توسط یک شرکت ژاپنی ساخته شد و از عمران حدود 45 سال می گذرد. در طول این بازه زمانی اگر کشتی به صورت صحیح نگهداری نشود، دچار مشکل نخواهد شد. اما واقعیت این است که این نفتکش غول‌پیکر حاضر در سواحل یمن که طول آن به 362 متر می رسد، سال هاست که رها شده. سافر در سال 1987 برای تبدیل شدن به یک وسیله ذخیره سازی و تخلیه بار باز طراحی شد و در نهایت برای ذخیره سازی نفت به دست آمده در میدانهای نفتی مارب مورد استفاده قرار گرفت. در حال حاضر بیش از 1 میلیون بشکه نفت در آن وجود دارد. اما این کشتی از سال 1987 در دریای سرخ و در حدود 7 کیلومتری شهر حدیده یمن لنگر انداخته و رها شده. نفتکش متروک در گذر زمان دچار پوسیدگی و زنگ زدگی شده و در آستانه ویرانی قرار دارد. پیش از وقوع جنگ در یمن که در سال 2014 آغاز شد، شرکت دولتی صاحب این نفتکش به نام سپوک حدود 20 میلیون دلار برای تعمیرات و نگهداری آن هزینه کرد. اما این شرکت در حال حاضر تنها میتواند ابتدایی ترین تعمیرات مربوط به آن را انجام دهد. از 50 نفری که پیش از جنگ روی این کشتی کار میکردند، تنها 7 نفر باقی ماندند. با از کار افتادن سیستم تولید برق کشتی در سال 2017، سافر اکنون به یک کشتی مرده تبدیل شده و سیستم های حیاتی آن برای فعالیت از کار افتاده است. یکی از سیستم‌های از کار افتاده این نفتکش عظیم مربوط به گازهای تحت عنوان گازهای نجیب است که به محل نگهداری بشکه‌های نفت پمپاژ می‌شود. با از کار افتادن این فرایند، این نوع گاز که به خنثی‌سازی هیدروکربن‌های اشتعال پذیر خارج شده از نفت می‌پردازد، دیگر به محل نگهداری بشکه‌های نفت پمپاژ نمی‌شود. به عبارت دیگر، این نفتکش غول‌پیکر اکنون به یک انبار باروت آماده انفجار تبدیل شده و تنها یک جرقه الکتریکی یا یک ته سیگار می‌تواند فاجعه بزرگی رقم بزند. بسیاری از افرادی که از خطر کشتی سافر آگاهی دارند، آن را با انبار مملو از نیترات آمونیوم بندر بیروت مقایسه کردند. انباری که در نهایت در آگوست سال 2020 منفجر شد. انفجار بندر بیروت 218 نفر را به کام مرگ کشاند و حدود 80 هزار خانه را دچار خسارت کرد. حتی در صورت منفجر نشدن، این نفتکش در نهایت غرق خواهد شد و نشت ذخایر نفتی آن یک فاجعه زیست محیطی بسیار وسیع در دریای سرخ به وجود می آورد. اتفاقی که می تواند صنعت ماهیگیری یمن را که پیش از این به واسطه جنگ آسیب جدی دیده، به طور کامل از بین ببرد و جمعیت بیشتری از مردم یمن دچار گرسنگی و سوء تغذیه شود. این اتفاق همچنین باعث بسته شدن کامل بندر حدیده خواهد شد. سازمان ملل در سال 2018 تخمین زده بود در صورتی که بندر حدیده بسته شود و ترخیص کالا از آن انجام نشود، حدود 300 هزار کودک یمنی در خطر مرگ ناشی از گرسنگی یا بیماری قرار خواهد گرفت.